شرافت نوشته الیف شافاک ترجمه مونا زنگنه قسمت پانزدهم قزلالای بزرگ و قهوه‌ای لندن جولای 1978 یونس بعد از یک هفته جستجوی مداوم تصادفاً توبیکو را دید و احساس دوگانه ای از ترس و خوشحالی داشت. خوشحال از اینکه در اوج ناامیدی او را پیدا کرده اما همچنین ترس از دوباره گم کردنش. او همچون هر که به صدف می بعد به او آویزان شد. توبیکو تا حدی تغییر کرده و کمی چاق شده بود. موهای بلند و تیره و براغش مانند نوعی عقیق در باران برق می زدن. این بار نوک موهایش را سبز یشمی رنگ کرده بود. حلقه لب پایینش را برداشته و به جایش یک دکمه زینتی و بر روی هر لاله گوشش چندین قلب کوچک و براغ قرمز شبیه یک قطره خون زده بود. یونس وقتی آنها را می یک بار دیگر متوجه گوش کوچک و زیبای آن دختر شد. توبیکو ساکت بود و نمیپذیرفت درباره اینکه این همه مدت کجا بوده و چرا حتی یادداشتی برای یونس نگذاشته چیزی بگوید این طرف و اون طرف بودم نیاز به تغییر آب و هوا داشتم یونس با شنیدن محل اقامت او ناراحت شد در یک خانه سخابه همراه کاپیتان و مادرش چند نفر دیگر از اشغالگران نیز همراهشان بودند خانه کاپیتان خانم پاول یک معلم بازنشسته بود یک بیوه زن تحمل این گروه کوچک در زیر سقف خانه کمی برایش سخت بود اما بالاخره پذیرفت برای مدت کوتاهی میزبانشان باشد و بدین ترتیب میتوانست وقت بیشتری را با تنها پسرش بگذراند بود با تلویزیون و یک کیسه آب گرم به اتاق خواب طبقه بالا رفته و بقیه خانه را برای پانکی ها گذاشته بود. او به ندرت از اتاقش بیرون می آمد. همون جا غذایش را می خورد و تظاهر می کرد که متوجه هیاهوی بیوقفه و بوی علف طبقه پایی نمی شود. اولین باری که یونس به ملاقات پانکی ها در آن خانه رفت در روی کاناپه کنار توبی کنش است. او کوچک بود و لبخند می زد. کاپیتان برایش توضیح داد این یه راه حل موقتیه تا اینکه برگردیم سعی جای قبلیمون ما دوباره همه رو جمع میکنیم بوگارت که سیگاری میان لبها و گیتاری با دو سیم در دست داشت گفت ما خونمون رو پس میگیریم و این بار دیگه کسی ما رو نمیتونه پرت کنه بیرون ما درسمون رو یاد گرفتیم پدرشون رو در میاریم فرد جدیدی این بار همراهشان بود دور سرش کاملا تاس و فقط در بالای سرش دسته ای مو داشت که آن را هم با سایه های مختلفی از نارنجی رنگ کرده بود. او را آقای دوست صدا می زیرا عقیده داشت که نباید برای چیزی از جمله کتاب، نوار کاست، غذا و لباس پولی بپردازد. یک بار او یک جفت چکمه را از مغازه بلند کرد. او هر کدام از ها را در یک آستین کتش پنهان کرده بود. آقای دوز از آن پشت میان حرفمان پرید و گفت آره تو مثل گربه ها هستی و نشستی و زخمات لیس میزنی. یونس به چرندیات اشغالگران گوش میداد و از اینکه دوباره به زندگی بازگشتن احساس رضایت میکرد. عجیب بود که روش غیرمعمول آنها در زندگی به او آرامش میداد. بوگارد متوجه خوشحالی او شد و گفت این بچه هم شبیه گربه میمونه. کاپیتان به توبیکو چشمکی زد و گفت و تو سبد گرم و نرمش هستی. توبیکو لبخند کوتاهی زد فقط برای اینکه یونس ناراحت نشود و بعد برای تغییر موضوع رویش را به بوگارد کرد و گفت داشتی چی میزدی؟ آهان یه آهنگ جدید درست کردم میدونی داشتم فکر میکردم که پلیس در یه یک شنبه خونین به خونه ای ما حمله کرد البته به نوعی به خاطر همینی آهنگو ساختم اسمش هم گذاشتم سه شنبه خونین گوگارد که نیاز به تشویق بیشتری نداشت شروع به خواندن کرد ملودی آن وحشتناک و شعر آن وحشتناکتر بود من نگران هستم من حقوق بیکاری میگیرم شبیه یک سنگ توی این چاه افتادم این چاله این چاله این چاله پلیس قبل از اومدن زنگ نمیزنه سه شنبه خونین بدترین روز بود در مقابل نظام به پا خیزید راه حل دیگری وجود ندارد راه حل دیگری وجود ندارد وجود ندارد اگی پاپ که یک جریقه افغانی با یک تیشرت رنگی کوتاه به تن داشت با انگشتانش گوشش را گرفت میشه دهن تو ببندی بوگارت مکسی کرد و گفت چی ایگیپاپ گفت خیلی چرنده ورد توبیکو گفت اصلا اون روز سه شنبه نبود اون رو چهارشنبه حمله کردن بوگارت اخم کرد کی میگه یونس که از طرفی نگران و از طرفی همسرش گرم شده بود به حرفهای آنها گوش میداد و میدانست که این دعوای بچگانه به راحتی میتواند به یک جرنگ تمام عیار تبدیل شود به همدیگر سنگ پرتاب کنند درها را محکم ببندند و داد بزنند و فهاشی کنند اوگارت گفت شما دیوونها اصلا چی حالی تونه؟ او لحظه ای مکس کرد به توبیکو اخ میکرد و گفت تو اصلا یادت نمیاد که صبحانه چی خوردی؟ تو بیکو پیشنهاد داد بذارین از یونس بپرسیم اون بیطرفه کاپیتان اعتراض کرد هیچکس بیطرف نیست اون طرف توه تو اگه بگی برف سیاهه اون اعتراض نمیکنه یونس صورتش سرخ شد اما وانمود میکرد که به صحبتهای آنها توجهی نمیکنه میدونست که باید چیزی بگه نظر جالبی که بحث و عوض کنه بنابراین اعلام کرد میخوام تتو کنم بوگارد خندید ها؟ این پسر خیلی باحاله. ایگی پاپ گفت باشه من انجامش میدم مشکلی نیست من بهترین تتو کار تو بیکو به آرامی پرسید عزیزم مادرت ناراحت نمیشه؟ یونس قبلا راجع به این موضوع فکر کرده بود خب اگه اونو ببینه ناراحت میشه اما اگر پشتم رو تاتو کنم اون نمیفهمه آقای دوز گفت پسر باهوش ایگی پاپ که رو به همی هم مالید گفت من برم وسایلمو بیارم یونس به آرامی گفت من باید برم دستشویی در طبقه بالا در هر دو طرف راه رو دری بود بعد از کمی درنگ یونس در سمت چپ را باز کرد. او با دیدن یک زن در حالی که لباس خواب ابریشمی به تن داشت و روی تخت نشسته و چوب شور میخورد تعجب کرد. موهایش جولیده بود. حتما گریه کرده زیرا زیر چشمهایش ریمل ریخته بود. کمی خلوز به نظر میامد. ببخشید خانم. یونس میخواست در را ببندد که زن بدون اینکه چشم از روی تلویزیون بردارد گفت میخوان تو رو استخدام کنن؟ پسرک مکسی کرد. مطمئن نبود که آن زن او را خطاب داده. گفت ببخشید؟ زن تکرار کرد. میخوان استخدامت کنن؟ تو میخوای جمعون ترین به انگلیس بشی؟ یونس که ترسیده بود پاسخ داد نه او که رویش هنوز به تلویزیون بود گفت خوبه. تموم زندگی با بچه ها کار کردم. اما نمیتونم به پسر خودم کمک کنم. یونس این بار با دقت بیشتری به آن زن نگاه کرد و خانم پاول را شناخت. همان معلمی که به خاطر تحصیل خواهرش به دیدن پدر و مادرش آمده بود. او همچنین متوجه شباهت زیاد او به کاپیتان شد. پیشانی بلند، بینی بلند گرد چشم های و خاکستری آن زن ادامه داد وقتی پسرم سن تو را داشت خیلی دوست داشتنی بود بچه ها وقتی کوچیکن خیلی شادن اما وقتی راه رفتن و یاد میگیرن همه چیز میشکنن و وقتی بزرگ میشن ازت متنفر میشن خانم پاول به طرف یونس برگشت چشمانش کمسو شده بودند. در زیر چشماش پف سیاهی دیده می شود. به نظر خسته و خوابالود می آمد. تو مادر تو چی صدا می کنی عزیزم؟ یونس گفت من من بهش میگم مامان؟ خب بهش بگو که زن خوششانسیه. پسرم منو نظام صدا میکنه. کنه. اون فکر می کنه که من دلغک برجوازی هستم. بعد آهی کشید و گفت فکر میکنی حق با اونه؟ یونس که گیت شده بود گفت اوه نه یونس به خاطر آورد که پیشتر به توبیکو قول داده هرگز به نظام نزدیک نشه و در مقابلش زانو نزنه من فکر می کنم شما زن زیبایی هستین فقط باید خودتون رو زیر نور آفتاب ببینید زن لحظه ای تعجب کرد و بعد خندید وقتی دوباره به یونس نگاه کرد چشمانش برق می زد این بهترین چیزیه که این اواخر شنیدم به سلامت خانم زمانی که یونس به سالن برگشت توبیکو را دید که کنار پنجره نشسته و به پرنده در باغچه که بالهاش زیر نور آفتاب می درخشیدن نگاه میکرد او دو لیوان ها چاکلت آماده کرده بود. وقتی آنها را می نوشیدند یونس گفت میشه یه چیزی ازت بپرسم؟ البته عزیزم یونس با ترس پرسید درباره یه رازه خواهرم میگه که نباید رازو با کسی در میون بذاری نه حتی با یه ساقه نی توبیکو با دقت به اون نگاه کرد مطمئن نیستم درباره چی داری حرف میزنی خب میخوام بپرسم که اگه کسی رو دوست داشته باشی و اون شخص یه رازی داشته باشه که هیچکس نمیدونه و باعث رسوایی و شرمندگی میشه اما تو اونو میفهمی فکر میکنی باید اونو بهش بگی یا نه؟ خیلی سخت شد به نظر من بهتر چیزی نگی تو بیکو سرشو به آرامی روی شانه پسرک گذاشت زربان قلب یونس بیشتر شد او آرزو کرد که ای کاش این لحظه تا ابد طول بکشد اما خیلی زود کاپیتان و بقیه با جعبه سوزن و ترهای تاتو پیدایشون شد. ایگی پاپ گفت خب بذارین کارو شروع کنیم. ببین ممکنه یک کمی دردت بیاد. اشکال نداره؟ یونس سرش تکون داد و لبش رو گاز گرفت. چنو نوع تاتوی دوست داری؟ کلمه یا سمبول؟ یونس پرسید میشه برام یه نهنگ بکشی لطفاً؟ شبیه همونی که پیامبر رو داد تا تو شبیه یک قزلالای بزرگ و قهوه‌ای شده بود اما ماهی که مادر بزرگش نازی دربارهش میگفت و آرزو داشت در دنیای دیگر به آن تبدیل شود سرپرست خانواده لندن سپتامبر 1978 چهارمی ملاقات اسکندر با خطیب متفاوت بود او از اسکندر خواست تنها و در جایی جز قار علایدین مثلا پارک ویکتوریا هم دیگر را ببینند اسکندر از رویال گیت وارد پارک شد و مستقیم به طرف فواره ویکتوریا رفت او وقتی خطیب را دید سرعتش را کم کرد خطیب در پشت درخت فندوق و کنار کیفش دست به جیب ایستاده بود او صورتی متفکر داشت اما کسی نمی توانست حد بزند که به چه چیزی فکر می یا چه مدتی است که در آنجا ایستاده عینک باریکش شکل مربعی صورتش را نمایان تر می کرد نکتیز و قهوه‌ای و کت گشاد و رنگ رو رفته ای به تن داشت شلوار جینش هم بقیه اسکندر از نوعی بود که فقط یک مادر میتواند برای پسرش بخرد اسکندر دستش را بلند کرد و گفت سلام خطیب لبخند محفی زد بیا راه بریم و حرف بزنیم اسکندر که فکر میکرد و حالش خوب نیست موافقت کرد البته خورشید در آسمان آبی میتابید دریاچه آرام بود و فرش سبز رنگ و مه کمرنگی اطراف دریاچه را پوشانده بودند پدر و مادرها به همراه فرزندانشان برای مرغابی ها تکه های نان پرت می چند نفری هم می زوجی بر روی سبزه ها نشسته و عاشقانه به هم نگاه می اسکندر متوجه خطیب شد که پیشانیش چین خورد و نگاهش را از روی آنها برگردان. بالاخره خسته از پیاده روی یک نیمکت خالی پیدا کردند و توانستند در جایی خلوت بنشینند و با هم صحبت کنند. خطیب گفت به نظر تو دوستای زیادی داری اسکندر با خوشحالی گفت آره من دوستای باحالی دارم تو رئیسشون هستی؟ اسکندر درنگی کرد او هیچ وقت خودش را رئیس آنها نمیدانست. خطیب که ذهنش را خوانده بود گفت اشکاری نداره خوبه که تو مسئول هستی و اونو نشون نمیدی. خیلی ارزشمنده اسکندر گفت ممنون تا به حال کسی کارهای او را ارزشمند ندانسته بود و او ناخواسته احساس غرور کرد دوستات خوب و معدبند اما در واقع هنوز بچه‌ان هن. هنوز راه زیادی پیش رو دارند. اما تو فرق داری تو از اونا بالغتری چطور این اتفاق افتاده؟ اسکندر صدای خودش را شنید که میگوید پدرم پیش ما نیست باید زودتر بزرگ بشم منظورم ما متوجه میشی خطیب سرش را تکون داد خب پس فکر کنم دلیلش مشخص شد اسکندر حس خوب با ارزش بودن و همچنین هیجان داشت تا به حال متوجه سرعت بزرگ شدنش نشده بود میدونی من بزرگترین بچه هم. یه برادر کوچکتر و یه خواهرم دارم. او با تندی گفت خواهر یادم میاد. آره ببخشین اون روز یه کم بههات هات بیادبی کرد. اشکالی نداره اونو سرزنش نکن. هنوز جوون و ذهنش آشفته است. دخترا از دخترا دخترای دیگه و مجلاتی که میخونن و البته تلویزیون چیزای زیادی یاد میگیرن و بمبارون اطلاعاتی میشن. اسکندر در حالی که لبش را میگزید به حرفهای خطیب گوش میداد مشکل اینه که برای زنها سختره چیزای زیادی برای تغییر جهتشون از مسیر درست وجود داره. زرق و برق مد دنیا، بعد یه همسر پولدار و وسایل خونه شیک هیچ موقع تمومی نداره. اسکندر گفت درسته. اشکالی نداره ازت بپرسم چرا پدرت با شما زندگی نمیکنه؟ برای لحظه چانه اسکندر تکان خورد. انگار اولین جوابی که به ذهنش رسید را قورت داد و به خاطر این موشکافی ها احساس ناراحتی میکرد. آیا این یک امتحان بود؟ آیا او از پدرش خبر داشت؟ آیا میخواست بداند اسکندر به او اعتماد دارد یا نه؟ اگر این یک امتحان است، اسکندر از آن خوشش نمی آید. اسکندر به آرامی گفت اون یه زندگی دیگه داره. همین. متوجه چطوره که تو هیچی از خودت نمیگی اما همه باید همه چیزشون به تو بگن خطیب لبخند تمسخرآمیزی میزی زد من همین اخلاق تو دوست دارم تو جرأت داری اگر رفتار کسی خوشت نیاد تحمل نمی کنی هیچ کس نمی با در بیفته اسکندر گفت درسته مسخره بازی نداریم خب من بهت احترام میذارم. فکر کنم منم مثل خودت باشم. دوست ندارم دستم و پیش همه باز کنم. اما حالا که پرسیدی میگم. اسکندر کمی آرام و از اینکه عصبانی شده بود احساس شرم میکرد. پدرم خالد در مصر به دنیا آمده. سال 51 به بیرمنگام اومده. تو شیفت شب انگلیسی یاد گرفته. پدرم میگفت اگه سخت کار نکنی هیچی نمیشی میدونی این بزرگترین درسش بود اینکه هیچی نشه او لباس غذا عاداتش رو تغییر داد اما نتونست لحجهش رو تغییر بده او با یه زن انگلیسی ازدواج کرد و من به دنیا آمدم اونا آدم های خوبی هن. حرفم و اشتباه متوجه نشو مشکل اینه که اونا خیلی محو این دنیا شدن و دنیای بعدی رو فراموش کردند. اونا ایمان ندارن. براشون متاسفم. زن جوانی با شلوارک و کت بنفش رنگ سوار بر اسکیت از کنارشان رد شد. اسکندر قبل از اینکه چیزی بگوید به پاهای دخترک نگاه کرد. آره اما بالاخره اونا پدر و مادرت هستند. منم دوستشون دارم. اما این به این معنی نیست که من بهشون احترام میذارم. عشق و احترام دو مقوله بسیار متفاوت هستند. اگه پدر و مادرت اشتباه بکنند باید در مقابلشون بیستی. اسکندر که دقیقا نمیدانست چه پیش می آید گفت پدرم وقتی من بزرگ می شدم کنارمون نبود. بعدم یه دفعه خونه رو ترک کرد. الان یه سال میشه. او سعی کرد این موضوع را بزرگ جلوه ندهد. اما نمی توانست لرزش صدایش را پنهان کند. خطیب عینکش را کمی جابجا جا, جا کرد و به اسکندر نگاه کرد. پس تو الان سرپرست خانواده هستی. باید خیلی سخت باشه. باید قوی باشی. خیلی خوبه که تو بوکس کار میکنی اما باید شهامت اخلاقی هم داشته باشی. اسکندر با شک گفت منظور تو متوجه میشم. خطیب کیفشو باز کرد و دو جزوه بیرون آورد. اینا رو بگیر. وقتی اونا رو خوندی در با هم حرف میزنیم. بگو که از چه چیزایی خوشت اومده. و بدون هیچ مشکلی میتونی از هر چی خوشت نیومد بگی. اسما عاشق کتابه اما من خیلی کتاب نمیخونم. خب این باید عوض بشه. و این جمله رو با تحکم نگفت اما کلامش هدفدار بود. ذهن نیاز به ایده داره. همین جور که ماشین برای راه رفتن نیاز به سوخت داره و اکثر ایده ها از توی کتابا میان بیرون. آره فکر میکنم حق با تو باشه. راستی میشه این کتاب رو به کسی ندی؟ اسکندر گفت میتونی به من اعتماد کنی او میخواست چیزی اضافه کنه که ناگهان چشمش به ساعتش افتاد. اوه نه باید برم. خطیب زبانش رو میان دنداناش گذاشت. در نگاهش ردی از خیانت دیده میشد. یه دختر؟ آره؟ انگلیسیه؟ آره؟ چرا یکی از خودمون نه؟ اسکندر از این سوال تعجب کرد. او همیشه فکر میکرد که تفاوت بین خودش و کتی به خاطر شخصیت های متفاوتشان است و نه چیزی فراتر. تازه خطیب هم خودش از یک طرف انگلیسی به حساب می آمن. اگه نه؟ وقتی اسکندر دوباره شروع به صحبت کرد در تون صدایش عصبانیت حس می شد. نمی دونم. اتفاق افتاد دیگه. آها. دختر خوبیه؟ اسکندر با اینکه نمیدانست منظور او از این سوال چیست گفت خوبه خب پس برو نظر منتظر بمونه من دعا میکنم خدا تو رو به راه را صدایت کنه اسکندر در حالی که تظاهر میکرد از دخالت او ناراحت نشده زیر لب گفت ممنون میبینمت بدهی لندن 3 سپتامبر 1978 شنبه شب اسکندر در حالی که یقه کتش را بالا آورده بود به مغازه تارق رفت امویش لبخندی از روی افتخار زد و بعد ایستاد و به او سلام کرد پسرک در طول امسال تغییرات زیادی کرده و از پدرش هم قدش بلندتر اندامش کمی پرتر و قویتر از قبل شده بود سبیل باریکی هم در بالای انحنای لبش دیده میشد و چشمهایش برق جوانی داشتن. ببین که اینجاست. برادر زاده مورد علاقه هم. اسکندر لبخند محفی زد. امو چطوری؟ تارق گفت بهتر از همیشه. این افتخار به چه مناسبت نصیبم شد؟ با چند تا از دوستام این طرفا قرار داشتم. فکر کردم قبلش بیام شما رو ببینم. پسرک با مخلوطی از زبانهای ترکی و انگلیسی حرف میزد. علا رغم این که لحجه بدی نداشت اما تعداد لغت کمی می دانست و در نتیجه برای رساندن منظورش از کلمات تکراری استفاده می کرد. تارق همانطور که به او گوش می داد، در این فکر بود که شاید بهتر باشد او را برای مدتی و یا حتی برای همیشه به استانبول بفرستد. شاید هم با پنبه صحبت کند تا برایش نامزدی از آنجا بیاورد دختری محجوب از روستای آناتولی مدرسه چطوره از کلاسات راضی هستی با بهات خوشرفتاری میکنند اسکندر به سرعت پاسخ داد مدرسه خوبه بکس چطوره اسکندر گفت یه مسابقه تو راه دارم اما مامانم اجازه نمیده خب نمیتونم سرزنشش کنم اون نگران آسیب ببینی اسکندر مدتی سکوت کرد و به صدای به هم خوردن دانه های تسبیح گوش داد اما یکی از دوستام تو سر افتاده این دوستت میخواد تو نصیحتش کنی آره من مثل برادر بزرگش میمونم به خاطر همین اومده پیش من دقیقا مشکل دوستت چیه؟ پول نیاز داره. تاره آهی کشید. درباره چقدر پول داریم حرف میزنیم؟ وقتی اسکندر مقدار پول را ذکر کرد تارق ریشش را کشید و پرسید یه پسر بچه برای چی باید اینقدر پول بخواد؟ سایه از نگرانی در صورت اسکندر پدیدار شد اما وقتی شروع به صحبت کرد صدایش آرام و مطمئن بود انگار دوست دخترش حامله شده. این پول رو برای دکتر میخواد. تارق دندوناشو به هم و بعد از مکسی گفت این دوست دخترش انگلیسیه؟ اسکندر گفت چرا؟ آره البته. تارق از اینکه این دختر از دخترهای این محله و یا یکی از دخترهای جوامع مهاجر نبود احساس آرامش کرد. زیرا قرار نبود با خانواده یا پدر یا برادری درگیر انتقام شود. تارق نفس عمیقی کشید. انگار جواب تمام سوالهای ناگفتهش را گرفته بود. پسرک با کنجکاوی به او نگاه میکرد. تارق بلند شد به طرف گاف در انتهای مغازه رفت و با چند دسته اسکناس در دستش برگشت. آنها را در مقابل اسکندر گذاشت. اسکندر که احساس ناراحتی میکرد نگاهش رو از تارق برگردان. تارق گفت به دوستت بگو که تو کمکش میکنی. ممنون امو. اما بهش بگو که این آخرین باره که تو خرابکاریاشو رو درست میکنی. دوستت باید روی پای خودش بیسته وگرنه تو دردسر بزرگتری میفته. سلام منو بهش برسون و مطمئن شو که این حرفه منو متوجه میشه. اسکندر همانطور که پولها را در جیبش میگذاشت گفت نگران نباش من مطمئن میشم که خوب متوجه بشه بعد به طرف در رفت اما دوباره ایستاد امو تارق ناگهان شک کرد که شاید آن پسر به دردسر دیگری افتاده و این چند دست اسکناس مشکلش را حل نمی کند. بنابراین گفت هم چیز دیگه ای هست؟ هیچی فقط خواستم بگم که تو مثل پدرم میمونی تارق با شنیدن این حرف آرام شد هر موقع که خواستی پسرم من همیشه کنارتم اسکندر سرش رو تکون داد و با لحنی جدی گفت زود پول تو پس میدم حالا میبینی مردی از ماورا لندن اکتبر 1978 روز جمعه وقتی مارال مطابق معمول وارد مغازه شد همسرش غرق یک مکالمه تلفنی بود تارق چانهاش را جلو داد و باریشش بازی می کرد. درست مانند وقتی عصبانی میشد به نظر فقط کسی که آن طرف خط بود حرف میزد مارال به آرامی از کنارش گذشت و به انتهای مغازه رفت در آنجا در قابل مرش را برداشت و مشغول آماده کردن ناهار همسرش شد. امروز برایش مانتی درست کرده بود. این بار فلفل قرمز بیشتری در سس, ماست و کره ریخته بود و می ترسید که شاید تاره از آن خوشش نیاید. مارال بعد از آماده کردن غذا حوله نمداری برداشت و شروع به گردگیری قفسه ها کرد. علنگوهای تلایش جیرینگ جیرینگ صدا می دادن. او بطری های سس قهوه‌ای، کنسرو گوشت، سالاد سیب زمینی، شیشه های پیاز ترشی، غذاهایی که هیچ وقت آنها را نچشیده را با دقت نگاه میکرد. او روزی از شوهرش پرسید: کی اینا رو میخره؟ طارق پاسخ داده بود: زنهای مدرن. اونا وقت غذا پختن ندارن. تمام روز کار می‌کنن. بعد از ظهر میان چند تا کنسرو تن ماهی میخرن و با سالاد مخلوطش میکنن و بهش میگن شام مورال درباره این زنهای مدرن کنجکاو بود که در چه نوع خانواده ای بزرگ شده حتی عکس زنهای موجود در مجلات مخصوص مردها هم او را به اندازه این زنها که نبودند شگفت زده نمیکرد آن دخترها یا گول خوردند یا برای انداختن عکسشان با لباس تولد پول زیادی دریافت کردند. آنها از دست رفتند و فقط خدا می تواند برای پیدا کردن مسیر درست در زندگی به آنها کمک کند. اما زنهای مدر اصلا قربانی نیستند. آنها پول به دست می آورند. ماشین می رانند. هوشمندانه لباس به تن می کنند و برخی حتی فرزند دارند. اما برای شوهرانشان حتی دلمه فلفل سب درست نمی کنند. در درونش احساس میکرد که شاید جاریش هم در واقع یکی از آن زنها باشد و آن را نشان نمیدهد. از نظر او پنبه از درون یک زن مستقل و سرکش بود که به خوبی آن را پنهان میکرد. گردابی بزرگ در دریای آرام. اما از یک طرف شوهر پنبه هم مرد خوبی نیست. او ده ماه است که خودش را نشان نداده و قبل از آن هم کنار خانوادهش نبوده. اما همسر خودش اصلا اینگونه نیست تارق که هنوز گوشی تلفن در دستش بود فریاد زد زن چی شده؟ تارق با سرش به طرف در اشاره کرد سه مشتری تازه وارد شده بودند دو پسر و یک دختر جوان مارال با خودش فکر کرد احتمالا همسن دختر کوچیکمه یکی از پسرها در ابرویش حلقه ای نقره ای انداخته و موهای بالای سرش را هم نارنجی کرده بود. شبیه لانه پرنده ها. پسر دیگر قد بلند و لاغرندان بود و در زیر جلیغهش بلوزی نپوشیده و سینه بدون مویش نمایان بود. دخترک موهای مشکی پرکلاقی داشت. پوستش همچون آرد سفید و جورابهای های پاره و بر روی تمام قسمت های بدنش تطویی داشت. مارال برای مدتی چشمایش را بست و امیدوار بود وقتی چشمایش را باز می کند آن جوانکار رفته باشند. دخترک گرگر کنان گفت مطمئنم که کاری برامون نمی کنه. پسر بدون بلوز روی کانتر خم شد و با لحن تمسخرآمیزی گفت اوه نه خانم ما شما رو ترسوندیم مارال بوی نفس پسر جوان را حس کرد نفسش بوی الکل و تنباکو میداد. ناخداگاه یک قدم به عقب برداشت و با گوشه چشمش به همسرش نگاهی انداخت. تارق هنوز با تلفن صحبت می کرد و به نظر هم نمی آمد که به زودی صحبتش تمام شود. مارال با احتیاط پرسید بله چی می او تا به حال چندین بار از همسرش خواسته بود برای بالا بردن امنیت مغازه کاری انجام دهد. اما هر بار او به بهانه گران بودن از این کار تفره رفته بود. تنها وسیله دفاعی که مارال در آن لحظه به ذهنش رسید میله با یک سر توری بود که از آن برای پایین آوردن کاله های قفصه های بالا استفاده می کردن. پسر مونارنجی پرسید خانوم شما نوشابه زنجبیلی دارین؟ مارال چانش رو به حالت تدافعی بالا گرفت و گفت نه هیچ چیز زنجبیلی نداریم صداش می لرزید و نمی دونه اونا منظورشون چیه به همین به نظرش بهتر اومد فورا به آنها جواب منفی بده اما در همان حیل پسر بدون بلوز یخچال نوشابه ها را پیدا کرد آی خانوم یا علمه اینجا دارین؟ چرا گفتی ندارین؟ پسر مونارنجی بینیش و خاروند و گفت شاید میخواد همشون خودش بخوره. دخترک میان حرفش پرید و گفت دیوونه بازی در نیار. اون به قفصه پشت کانتر اشاره کرد و پرسید میشه یه بسته مارشملو هم به بدی لطفا؟ مارال با سرگردانی به کاله های پشت سرش نگاهی انداخت. این دختره چی میخواد؟ او یک بسته شکلات و یک بسته پاستیل ماری و بعد یک بسته پاستیل خرسی برداشت. پانکی ها با هم گفتند نه nah, نه nah. تا اینکه بالاخره بسته مورد نظر را پیدا کرد. تارق که دستاشو و پشت کمرش گره کرده و تصویح میانداخت به آنها نزدیک شد و صحبتهایشان را قطع کرد. او با صدای بلندی گفت خوش اومدین؟ بعد به طرف همسرش برگشت و با کلمات انگلیسی معدبانهی به او گفت خب اینجا چی داریم؟ مارال بستر رو روی کانتر پرت کرد و توضیح داد ماشملو تاریخ سرش رو تکون داد خب بقیهش با من مارال با بیمیلی از اونجا رفت و دوباره مشغول گرگیری شد و با کمال تعجب دید که پسر مونارنجی دو بسته ناگت دزدید بعد از کمی درنگ تصمیم گرفت تظاهر کند او را ندیده زیرا اجناس گران قیمتی نبودند همسرش مشغول خوشو بش کردن با مشتریانش بود علاوه بر یک بسته مارشملو و یک بسته سیگار پانکی ها یه بسته سیگار و کبریت و یه بسته چوبشور هم خریدن. وقتی هم مغازه بیرون می رفتن برای مارال دست کن دادن و مارال هم مجبور شد براشون دست کن بده. بلافاصله بعد از رفتن اونا مارال به همسرش قرولند کنان گفت بهشون نگاه کن. تارق شونهاشو بالا انداخت. چه کاری دست ما برمیاد؟ اونا جوونن و کلشون داغه. مارال با خودش فکر کرد اونا جوونن و اهل انگلستانن. اما اگر یکی از بچه هاشون اینگونه لباس می پوشید، شوهرش به شدت ناراحت می شود. مارال خودش همیشه به یه صورت رفتار میکرده در خانه. در خیابان، در مغازه. او متوجه نمیشه که چطور ممکنه کسی در پوستش حلقه بیاندازه و یا با لباسهای پاره به چرخه. مارال فقط برای اینکه مشتری بودن تظاهر به تایید رفتارشون نمیکرد. تارق بی توجه به حرفهای همسرش مشغول خوردن نهار شد و گفت اوه این خیلی تنده چرا نمیشینی؟ آرومتر غذا تو بخور. وقت ندارم. باید, باید برم. منظور چیه؟ من نمیتونم اینجا بمونم. سوپم رو اجاقه. تارک هنوز میجوید گفت دخترها خونه مراقبش هستن. زن، این ضروریه. با توضیح کننده ها به مشکل خوردم. اگه امروز حلش نکنم فردا چیزی برای فروش ندارم. نه شیر نه کره نه تخمر حتی نونم نمیارن مارال آهی کشید و پرسید حالا کجا داری میری؟ آه اون طرف این لندن جهنمی طارق از اونجایی که از مترو متنفر بود سوار اتوبوس شد مسافرت در زیر زمین ناراحتش میکرد وقتی میمیریم به زیر خاک میریم و چرا وقتی هنوز زنده ایم بریم اونجا؟ او باید به منطقه در جنوب غربی لندن می رفت و اصلا با آن ناحیه آشنایی نداشت. راه طولانی در پیش بود و اتوبوس به کندی جلو می رفت. اما حداقل راننده ها اعتصاب نکرده بودند. او از اینکه باید راه به این طولانی را برای حل کردن یک سوء تفاهم ساده طی کند بسیار ناراحت و عصبانی بود. تصمیم گرفت در طول راه برای مکالمه که قرار است با مدیر داشته باشد برنامه ریزی کند. مرد پشت تلفن به او گفت که آنها با هم قرار نداشتند. احمق تارق ورق لوله شده ای را از جیب داخل کتش بیرون آورد و آن را نگاه کرد. حتما وقتی این قرار داد و ببینه از کار خودش شرمنده میشه. شاید برای اینکه از دلش درآورن بهش تخفیف خوبی هم بدن. به حال باید این مشکل رو همین الان حل کنه اون مرد خودساخته و اجازه نخواهد داد یه بروکرات ضعیف زحمات تمام این سالها رو به باد بده دو بار اتوبوس عوض کرد یک ساعت گذشت و تارق در ایستگاه بریکستون پیاده شد علا رغم آفتابی بودن هوا اما بعد از, بعد از ظهر سردی بود برخی برای لذت بردن از نور آفتاب به خیابان آمده بودند تارق بچه های انگلیسی را دید که نوک بینی هایشان از سرما قرمز شده رنگ پوستشان پریده و لباس هایشان مثل همیشه کافی نیست مادرهای ترک فرزندانشان را با چندین لباس روی هم به خوبی می و قبل از اینکه آنها را بیرون ببرند یک شنل بافتنی هم رویشان می اندازن. مادرهای انگلیسی به یک شلوار و بارانی اکتفا می کنن. بعضی وقتا بچه ها حتی جوراب هم جوراب هم پایشان نمی کنن. چرا سردشون نمیشه؟ تارق نمیتونست متوجه شه که توانایی کنار اومدن با سرما چگونه میتونه به فرهنگ رب داشته باشه. تارق دلش میخواست کنار یک کافه بیست و یه چای بنوشه اما توانایی خرید چای رو نداشت. او تنها فرد خانواده ی توپراک بود که تدبیر و اراده پسنداز کردن داشت. خلیل مشغول زندگی خودش بود. او در استرالیا زندگی میکرد و هیچ وقت از آنها نپرسیده که شاید به چیزی احتیاج داشته باشد. به آدم هم دیگر امیدی نیست. او قمار میکرد و هر پولی که بدست می آورد به دست میآورد به رقاصه روسی تحویل میداد. اما تاریخ تا به حال آن زن را ندیده بود. تاریخ با عصبانیت از کنار مشروع فروشی فروشگاه های کتاب های مذهبی مغازه مخروبه خیریه و ردیفی از خانه های با آجور های قرمز رد شد برخلاف خیابان اصلی از آن خیابان متروکه آبری رد نمی شد حتی سینما های آن منطقه هم عجیب و انگار ما کشور دیگری بودند. این شهر بسیار قدیمی پر از ردپاهایی از گذشته است. حتی روزی تارک حین کندن باغچه خانهش ترکش پیدا کرد. او به مارال فکر می کرد که اکنون در مغازه چه می کند؟ اگر میخواست به او در مغازه کمک کند باید به زودی زبان انگلیسی را یاد بگیرد. شاید بهتر باشد برایش یک لغتنامه جیبی تهیه کند تا مارال بتواند حداقل روزی پنج کلمه حفظ کند. در تمامی این سالها همسرش در انگلستان تنها با زبان ترکی و در دنیای کوچک خود سیر کرده و به مشکلی هم برخورد نکرده. اما اکنون تارق متوجه شد که مارال باید تغییر کند. بالاخره تارق جوان نمی ماند و اکنون باید از دو خانواده مراقبت کند. خانواده خود و برادرش. برخورد بد مارال با مشتری ها فقط به خاطر ضعف زبانش نبود. او با مشتریان رفتاری خشن و انتقادی داشت و نمیدانست چگونه باید به دیگران خدمت کند. چقدر عجیب است این زن که در تمام زندگیش به شوهر، فرزندان و خانواده و همسایگانش خدمت کرده نمیتواند به قریبه ها خدمت کند. در حالی که تارق هیچ وقت برای کسی در خانه یا هر جای دیگری کاری انجام نداده با مشتریانش برخورد خوبی دارد. خورشید در زیر ابرهای خاکستری و زخیمی دوباره ناپدید شد طوفان در راه بود تارق گامهاش و سریعتر کرد و بالاخره به مقصدش رسید ملاقات پرتنشی داشت به تارق اجازه ملاقات با مدیر داده نشد زیرا او خودش قرار ملاقات مهمی داشت تارق با ناامیدی قراردادش را به معاون نشان داد معاون جمله را که می گفت شرکت می تواند تغییرات مشخصی را بدهد یا حتی این توافق را بدون اختار قبلی لغو کند را به تارق نشان داد. تارق آنها را تهدید کرد که شرکت دیگری را پیدا می کند و آنها جواب دادند هر طور راحتی. 20 دقیقه بعد او با عصبانیت از ساختمان خارج شد. تارق ناراحت بود اما احساس شکست نمی کرد. باید کمی تحقیق کند و با مغازداران خیابان حاکنی حرف بزند و با شرکت های دیگری تماس بگیرد. تنها مشکل این است که او دوست داشت به دیگران مشورت دهد و نه از آنها مشورت بگیرد. او باید مراقب شهرتش باشد. تارق وقتی به سینما رسید سرعتش را کم کرد و به پستر روی دیوار نگاهی انداخت. مردی از ماورا هری دینی. با اینکه خیلی از سینما خوشش نمی آمد اما زندگی آن جادوگر عظیم برایش جالب بود مردی که می توانست در حالی که دست و پایش را با زنجیر بستند و به صورت وارونه در بشکه آبی قرار گرفته خودش را آزاد کند بنابراین وارد سینما شد و به اطرافش نگاهی انداخت تابلویی بر روی دیوار قرار داشت که چندین عکس و توضیحات بر روی آن چسبانده شده بود آن روز یک فیلم سامت پخش میکردن. مطمئنا سیاه و سفید. آیا هنوز کسی برای دیدن چنین فیلم هایی به سینما می آید؟ خیلی زود انگار در جواب افکار او ورودی باز شد یک زوج انگلیسی وارد شدن. فیلم به پایان رسید و تماشاگران انداک آن بیرون آمدند. در پشت آن زوج تاریخ زنی را دید. که نگاهش را به زمین دوخته و به طرف در خروج می رود. ناخداگاه تارق به جلو رفت و می خواست دست زن برادرش را بگیرد. می خواست نامش را صدا بزند و بپرسد که تنهایی در آنجا چه کار می کند و او را به خانه ببرد. اما در همان موقع متوجه مرد میانسالی شد که به پنبه نزدیک می شد. او بازویش را گرفت. نجوایی کرد و تک کاغذی به او داد. پنبه با لبخندی آن را گرفت و به آرامی آن را در جیبش گذاشت. تارق در پشت آنها گیج و سردرگرم شده بود. افکارش مشوش بود. چشمانش به هر طرف می چرخیدن. چشمش به پستری افتاد که بر روی آن نوشته شده بود. هیچ چیزی در دنیا قادر به زنداری کردن هودینی نیست.